روزی نیست که در میهن اسیرمون ایران شاهد حرکت‌های اعتراضی علیه ظلم و بی‌عدالتی و استبداد نباشیم. اجازه بدید آخرین حرکت‌های اعتراضی رو از نظر همکارم بشنویم. با سلام به شما، خبرهای اعتراضی 24 ساعته گذشته رو از نقشه قیام ایران دنبال می‌کنیم. همونطور که روی نقشه هم ملاحظه می‌کنید، تمرکز اعتراضات روز گذشته در تهران و خوزستان بود، بعد هم در سنندج و نظرآباد کرج حرکت‌های اعتراضی داشتیم. در اهواز کامیونداران پایه یک استان خوزستان پنجمین روز اعتصابشون رو پشت سر گذاشتن. در هشتگرد هم مالکین زمین‌های کوسر یک در مقابل استانداری البرز در کرج تجمع اعتراضی برپا کردند. اونها در اعتراض به بی‌تفاوتی مسئولین رژیم در غارت زمین‌هاشون تحت عنوان ملی شدن اراضی و شهرسازی جهاد منابع طبیعی این تجمع رو برپا کردند. خبر بعدی مربوط به سنندج هست که نیروهای سرکوبگر انتظامی به تجمع جمعی از فعالین اجتماعی و مدنی در شهر سنندج که در پی بالا گرفتن احتمال اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی رامین حسین پناهی دست به تجمع زده بودند، حمله کردند و تعدادی را دستگیر کردند. و حالا به نقشه قیام ایران در امروز نگاه می‌کنیم. خبرهایی از تهران، اشتهارد، کرج، قزوین، اهواز، کازرون، زاهدان، مشهد، آبادان و بوشهر روی نقشه اومده که بیانگر اینه که در چهار گوشه ایران در این لحظه خبرهای اعتراضی داشتیم. از جدیدترین خبرها در نقشه قیام ایران شروع می‌کنیم. در اشتهارد تهران کارگران شهرداری در اعتراض به اخراج 80 کارگر شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند. خبر بعدی مربوط به مشهد هست که کارگران کارتون برای بار دوم، بله این خبر مشهد هست که میگه در مقابل استانداری به پرداخت نشدن حقوق معوقه تجمع اعتراضی برگزار کردند و با شعار استاندار پرنفوذ جواب ما را بگو این کارگزار رژیم رو به حسابرسی کشیدند. خبر بعدی مربوط به آبادان هست و فراخوان مردم به تجمع که گفتن فراخوان به تجمع همه ما مردم آبادان در کنار هم برای گرفتن حداقل حقوق ناچیز خودمون که آب سالم می باشد تجمع کرده و برای شوری و آلودگی و غیر قابل استفاده بودن آبی که از ابتدایی ترین و مهمترین عوامل حیات هر بشری هست اعتراض خود را به صورت مسالمت‌آمیز اعلام می‌کنیم. شنبه دوم تیر ساعت 10:30 صبح مقابل فرمانداری آبادان. خب اینم از فراخوان مردم آبادان. خبر بعدی مربوط به کنگان هست. در استان بوشهر به خاطر اخراج پرسنل حراست فاز 19 پارس جنوبی و ابلاغ حکم اخراج این پرسنل در تجمع اعتراضی دروازه ورودی فاز 19 رو مسدود کردند. و اما خبر بعدی مربوط به مراسم 40 شهدای کازرون هست. در کازرون مراسم 40 شهدای قیام کازرون در دو مسجد جداگانه سید ابراهیم و دیگری از زهرا برگزار شد. در این دو مسجد در مجموع 700 الی 800 نفر از مردم شرکت کردند. در این مراسم ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی و یگان ویژه در وحشت از خشم مردم با لباس فرم و علنی حاضر نشده بودند، اما ماموران لباس شخصی حضور داشتند. خبرنگار سیمای آزادی از یکی از این مراسم ها فیلمی گذاشته که با هم می‌بینیم. بله، خبر دیگه ای هست از اهواز که بر روی نقشه قیام ایران ملاحظه کردیم که حاکی از عقب نشینی رژیم در مقابل پایداری و مقاومت
کارگران گروه ملی فولاد اهواز که کارگزاران رژیم رو مجبور به آزادسازی کارگرانی که دستگیر کرده بودند کردند. خبری هم داریم از تهران مربوط به تجمع اعتراضی معلمان و فعالین صنفی که جمعی از اونها در پارک لاله تهران در اعتراض به زندانی شدن یکی از اعضای کانون صنفی معلمان به نام محمد حبیبی دست به تجمع زدن. خبر بعدی مربوط به فراخوان به تجمع مردم در بلوچستان هست که فراخوان دادن برای تجمع مردم در مقابل فرمانداری رژیم در اعتراض به هتاکی به دختران ایران شهری توسط بسیجی ها که برای روز دوم تیر هست. و بالاخره خبری هم از تاکستان قزوین داریم که کارگران شرکت پارس میلنگ همچنان به اعتصاب خودشون برای دستیابی به حقوق بقارت رفته شون ادامه دادن. به پایان خبرها از نقشه قیام ایران رسیدیم. با تشکر از شما و توجهتون از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه قیام ایران توجه کنید. خدا نگهدار.